انیمیشن سینمای جدید مگامایند که بهش میگن مگامایند 2 و یه جور اسم گذاشتن که مثلا نفهمیم مگامایند علیه سندیکای عذاب، که یه انیمیشن سینمای جدیده بعدش هم سریال میاد و اینقدر بده که بهش دادن 0. اینقدر بده ما درماش ویدیو ساختیم وقتی تلیرش اومده و یک سال قبلش که میدونستیم قراره سریال ازش بیاد و واقعا خبر خیلی امیدوار کننده بود. خیلی خوشحال شدیم که قراره برگرده بعد از سالها، ولی میبینیم دیگه یک انیمیشن میاد، انیمیشن ویژه و بعدش سریال، که انیمیشن ویژه حتی مثل قسمت ویژه مگامایند هم نیست. کیفیتون انیمیشن خیلی خوبه مثل سینمایش، ولی این دیگه واقعا آشغاله. معلوم نیست که چرا دریم ورکس انیمیشن ساخته وقتی نمیخواد انیمیشن خوب بسازه با کیفیت. اومدین انیمیشن ساخته، بودجه کم، داستان افتضاح، شخص پردازی آشغال، اینقدر مسخره ساخته. مگامان اصلا مگامان که میشناسیم نیست، یه دلغه که اونجا خیلی مسخره، هیچ چیز دیگه ای نیست. این برای دریم ورکس واقعا خیلی بده که یه موقع دیزنی خیلی بد بود انیمیشن مسخره می ساخته و دیرمورس خیلی عالی می ساخت و همه می رفتن سمتش، الان اینجوری خودشو خراب میکنه. مشکل اصلی اینجاست که انیمیشن رو برای سینما نساخته، برای شبکه استریم ساخته و برای همین کلا بودجه کمه. ولی خب این حرکت خیلی هم زشته، برای طرف مهم نیست انیمیشن قشنگ ساخته بشه و این اومده اینجوری ساخته، دید حسابش منفی میشه، اعتباری که داشت داره از بین میره، چون قبل از اون انیمیشن سینمایی داشتن روبی گیلمن که اصلا موفق نبود. و الان این سریال یک شخصیتی که طرفتان خیلی دوست دارن تبلش کردن به این، این خیلی زشته. و این که الان پاندا کنفرت 4 هم خب فروشش خوبه، تبلیغاتش خیلی خوب بوده، ولی نمرات که بیشتر طرفدار و بیننده کمه. من هنوز ندیدم کاملا انیمیشن، چیزا شنیدم، چیزا حدس میزنم، یه نکات واقعا خیلی زایه هستن. منتظرم که کیفیت خوب بیاد، دوبله بیاد، بعد ببینم و بررسیشو میذارم. فعلا خب شب نشون میده که اونم داره خوب پیش نمیره، حالا فروش میده خیلی چیزا نشون میده، ولی اون اعتبار خیلی مهمه. حالا تو این دوران به نظر مگه بیان مگامایند 2 رو برای سینما هم بسازن، نمیتونن کیفیت رو حفظ کنن مثل قبلا، میتونیم تو انیمیشن جدید که میاد ببینیم، نمیتونن. بر اومدن برای استریم میسازن که الان تو ام دی بی بهش دادن 2.2 که زیادیشه، همین انیمیشن مخصوص که بهش مثلا میگه مگامایند 2 2.2 بهش دادن. دیرن ورکس که میگفتیم مثلا میتونه با دیزنی رقابت کنه، الان به شدت معلومه که مشکل بودجه داره، مشخصا حالا بهش بودجه نمیدن چی شده معلوم نیست، ولی مشکلات داره. و الان انگار مشکل شخص پردازی و داستان هم اضافه شده، چون میگفتین گربه چنگ باش حداقل داستانش خیلی خوب بود، ولی انگار این مشکلان هست. و این که اون طرف دیزنی داره خیلی خوب عمل میکنه، الان این سایت 2 که پیکسار داره میسازه خیلی به نظر جالب میاد، بررسیشو نذاشتم ولی در کل میخوام بگم که تریلر خیلی راضی کننده است، کیفیت گرافیک بهتر شده، یه لول بالاتر، این خیلی مهمه. دیزنی بودجه حداقل داره، علیکی خرج میکنه، مثلا انیمیشن ویش خیلی پول گذاشت، اون طرف مارولز خیلی پول گذاشت، بودجه زیاد داره، فقط باید درست خرج کنه و انگار اینجا پیکسار داره درست خرج میکنه. و اینکه این خوبه، برای در مورد اینکه برای چی میشه مثلا مثل اسب بازی 5 اینا رو خوب بسازه عالی میشه و دوباره برمیگرده. الان میگم این تر خیلی نشون داد از دیزنی و باید دید که چی میشه. فعلا دریم ورکس خودشو خراب کرد حقیقتا. و اون طرف ما میبینیم که دیزنی اینجور نیست، حداقل وقتی این ساعت 2 رو بعد از سالا میسازه کیفیتش حتی بهتر میسازه. دریم ورکس اینجور نیست الان.